بر شما استاد جعفری سپاس فراوان که امروز اومدین جمع ما شدین و بتونیم سرود دوازدهم گاتا رو دربارش سخن بگیم. درود بر شما، درود بر بینندگان گرامی و درود بر گردانندگان این برنامه. امیر بزرگ. بله، و به هر رو امروز ما سپنتا منیو کوچکترین سرود، ما بزرگترین سرود گاتا 22 بند داره و کوچکترین که امروز داریم 6 بند بیشتر نداریم. و نامش سپنتا منیو گاتا. سرود خرد افزاینده. خرد افزاینده. من نخست دو بندش وابستا میخوانم و پس از اون گفتگومون آغاز میکنیم به پارسی دری. سپنتا منیو و هشتا و چا و مننگه ها هچا و شاد شیو تنا و چا و چنگه ها و چا و احماه کام هور و تا و مره تا و تا مزدوخ شد را آرمیتی او رو احیا من یوش سپنشت احیا و وحشتیم از باخ داوش ونگوش ای آنو مننگو آرم توش زست و ابیوش یو تینا ور زیاد او یا چستی هوبتا و شه یا مزدا. ما درباره خرد افزاینده، یعنی خردی که ما رو به پیش میبره، افزایش میبخشه، در این 17 سرود زرتشت کاری کرده که هیچ کدام تا اون جایی که من میشناسم این کار رو نکردن، که در 17 سرود واژه خرد 19 بار یاد شده باشه. اندیشه یا منش 127 بار، 17 سرود 127 بار اندیشه نیک یاد شده. سنجش هر چیزی که باز این سنجش رو ما با خرد می کنیم، که همینجا اون واژه آمد چیستا که من خوندم، این 8 بار یاد شده و بالاتر از این واژه مزدا که ابر دانش است، اون
47 بار کاری است که هیچ کس این کار رو درباره خرد و اندیشه تا اون جایی که من آگاهی دارم یک کسی هم مانند زرتشت نبود. اکنون میخونیم: کسی که از راه خرد افزاینده و از روی راستی اندیشه و گفتار و کردار خود را به بهترین شیوه انجام می‌دهد، خدای دانا او را در پرتو شهریاری و آرامش رسایی و جاودانی ارزانی می‌دارد. ما ببینیم اگر هر چه خردمندتر باشیم این کارا رو می‌کنیم. آن کس بهترین بهره را از افزاینده ترین خرد میبرد یا زبان خود سخنانی میگوید که از منش نیک برمی آید. یعنی باید همش با اندیشه نیک باشد و با دستهای خود کارهای انجام میدهد که در آرامش انجام میگیرد. یعنی هیچ جوش و جنب و این چیزا باید نداشته باشیم، جنگ هم نداریم با هیچ، باید آرامش آرامش باشه. اینطور کار روی انجام کسی که میده، چرا؟ زیرا او در اندیشه خود تنها خدای دانا را آفریننده و پرورنده راستی، کار راست در جای راست در زمان راست با افزار یا وسایل راست کسی که انجام میده. ای خدایا، تو افزاینده و آفریننده این خرد هستی که برای چنین کسی این جهان شادی بخش را پدید آورد. جهان رو شادی بخش در توش یکی از چیزهایی که ما این در جهانی که هستیم در توش اون رو شادی بخش می نامه. خب این جهان شادی بخش را پدید آورده و برای آبادانی اون رامش، یعنی خوشی، شادمانی، رامش و آرامش را استوار داشته ای. زیرا ای خدای دانا، او برای آبادانی خیش با منش نیک هم پرسی کرده است. اینطور کسی که با اندیشه برای آبادانی همه مردم با منش نیک خود هم پرسی بکنه. یادمون باشه که من این همه رو خوندم، واژه احساس یا احساساتی شدن که از دل برمیاد، دل تپش میکنه، تپ تپ میکنه، اینو زرتشت تنها و تنها یک بار به کار آورده و گفتگو از اون است که کسانی که از راه خرد افزاینده کارها رو میکنن یا از راه احساس
اون همیشه میگه احساس کارهایی رو با از دست ما کارهایی به دست ما میده که ما لغزش‌هایی میکنیم، یک کارهایی که سرانجامش همیشه نه تنها بد است بلکه آزاردهنده هم هست. از این خرد افزاینده ای مزدا آن دروغ کار است که دور میماند. اون نمیخواد، اون دروغ کار است که میماند نه رستگار. رادمنش هر چند هم که درمانده باشد، یک کسی که رستگار و رادمنش هست هر چند هم که درمانده باشد میتواند برای رستگار دوستی ارجمند باشه. یعنی کاری میکنه که به هیچ کس هیچ آزاری نرسه. اما زوراوری هر چند هم که توانگر باشد نمیتواند برای دروغ کار جز کجی کار انجام داد. باید هر کاری که یک چنین کسی میکنه اون اگر کجمنش باشه نمیتواند هیچ کار درستی رو برای هر چی باشه، زیانش امروز نه فردا خواهیم دید. ای خدای دانا، از راه این خرد افزاینده تو آنچه که بهترین است به رستگار نوید دادی، ولی دروغ‌خوار از مهر تو بهره‌ای بر نمی‌دارد، زیرا او با کرداری زندگی می‌کند که از منش کج او می تراود. اما ای خدای دانا، از راه همین خرد افزاینده و در پرتو فروغ تو، در پرتو فروغ خدایی به هر دو گروه نیکی می رسد، زیرا با افزایش و گسترش آرامش و راضی بسیاری از جویندگان این راه راست را برمی‌گزیند. اگر کسی جوینده باشه این کار رو می‌کنه. بنابراین ما می‌بینیم این سپنتامنیو یا خرد افزاینده اون چیزیست که همه چیزهای خوب و سودمند را افزایش و گسترش می‌بخشد. اگر انسان هم این را از آن خود سازد آفریننده می‌گردد. یعنی سپنتامنیو یک چیزی هست، کسانی که چیزهای تازه نو می سازن اون این از خرد افزاینده اون دانشی که امروز ما داریم و همین تلویزیون رو پدید آورده اون از همین خرد افزاینده بوده. چنین کسی بیش از پیش از آیین راستی پیروی می کند و آرامش را می افزاید و به جهان زنده، جهانی که ما نه تنها ما هستیم، از مورچه گرفته تا فیل، هر ماهی کوچک گرفته تا نهنگ،
همه که در اون هم مردم، جانوران و گیاهان زندگی می کنند شادی و رامش می بخشد. اما کسی که دروغکار است، چون از آیین راستی پیروی نمی کند، هم خودش زیان می بیند، هم به کسان دیگه زیان می رساند. یک کس با اندک دارایی خود می تواند با به کار بردن شیوه های درست خدمت خوبی به آبادی جهان بکند، اما توانگر سرمایه دار که با دروغکاران هم دست است، چون کارهای نادرستی رو می کند، سرانجام هم برای خود و هم برای همکاران دروغکار خود اندوه و تباهی به بار می آورد و برای راستکاران هم همین کار رو می کند. بنابراین یادمون باشه که در دین بهی زرتشتی زن و مرد هر دو برابر همدیگه هستن و از هم برتر هم میتونن و از یک دیگر با کارهای نیکشون و خرد افزاینده از هر دو تاست. همه این خرد رو دارن و کما بیش من به پایان این گفتار کوتاه خود رسیدم و اگر شهروز جان پرسشی دارن. سپاس فراوان. برتری گفتین، برتری یه چیزی نیست که یه نسلی از یکی دیگه برتر باشه، نه نه نه، یک رنگی از یکی برتر باشه، تنها در کارهای سودرسانی از هم، از روش عشا میتونیم، تنها و تنها از در کار سودرسانی از هم میتونن بهتر و بهتر. بارها و بارها شده که من همسرم از من بسی بهتر سود رسانیده، اون از من کار بهتری کرده. روی هم رفته خرد زنها بیشتر از مردها، چون جهان زمانی که زن سالاری بوده انگار جنگ و کشمکش هیچ نداشت، آثاری هیچ، انسان شناسان میگن هیچ نداشتیم، هیچ جنگ نمیدانستن چیه، جنگ نمیدانستن چیه. و ایران زن سالاری که 7000 سال پیش بود، شما ببینید از این عراق امروزی گرفته تا پاکستان و هند، همه اینها با هم رفت و آمد و بازرگانی، کارهای فرهنگی، همه با آرامش، هیچ جنگی در اون زمان نکردن تا مردسالاری آمد. مردسالاری از باید گفت از غرب آمد، از طرف همین چیزی که نیمه غربی عراق و بابل و اینا بودن، آشوری ها، اینها مردسالاری آوردند و جنگ رو با خود اونایی که بومیان همین ایران زمین و هند و پاکستان بودن، اینها هم ناچار شدند که مردا شمشیر به دست بگیرن و بجنگن. و تا امروز همین شده. واقعا هیچی بدتر و زشتر از جنگ نیست، چون ما انسان ها مقدسیم،
هر چیزی که درانش جان باشه، به خصوص خرد باشه، مقدسه. و واقعا چه عمل زشتی که ما انسان‌ها میریم به جنگ و همدیگر رو میکشیم و بیرون از جنگ هم این کار رو، این عمل رو میکنیم. بدترین کاری که یه ایرانی میتونه بکنه در فرهنگش که فرهنگ زرتشته، این هست که جان یکی رو بگیره. واقعا بدترین گناهیه، دروجیه که یک شخص میتونه انجام بده. حالا چون سر این بحثیم، میخوام من از استاد جعفری بپرسم این واژه ایران که گمان کنم دوران ساسانیان میگفتن ایران و در کتاب اوستا هست آریانا که ریشش از آریا میاد، تمام این واژه، این معنای ایران چیه؟ معنای یعنی آریا یعنی آزاده. آزاده کسی که آزاد باشه و زیر زور و زوراوری و آنچنان نباشه، آزاد باشه. این بود اون وقت به زبان پهلوی آریا شده ایر. ایر جمعش ایرانه، یعنی کسانی که ایر هستن اینا همه ایران هستن. و شهر یعنی آبادی. آبادی که از جهان گرفته، همه جهان رو میتونیم بگیم شهره. یا این آبادی کوچولویی که ما داریم بگیم شهر لس آنجلس، اینم بزرگه. هر کدومش اینم شهرهایی داره که یکیش همین اینجاست. چی میگیم اینو؟ تهران جلس. نه اینجا چی؟ لس آنجلس کالیفرنیا. نه اون لس آنجلس، اینجا رو چی میگن؟ ولی. ولی آباد. اینجا رو ما ایرانی ها میگن ولی آباد. لس آنجلس رو میگن تهران آنجلس. و کسانی آغاز کرده بودن آرنج کاونتی رو میگفتن تهران پارس. و همچنان اینجا شما میدونید که بیش از 1,000,000 ایرانی در این لس آنجلس بزرگ هستن. بیش از 1,000,000 هر جا هم میبینیم اینا هستن. بازارهایی از خود دارن، فروشگاه از خودشون دارن، خانه ها از خودشون دارن. تا اون که در هر دانشگاه اینجا لس آنجلس بخشی برای ایران شناسی دارن، هر دانشگاه. ما چندین دانشگاه داریم که همشون بخش ایران شناسی دارن. پس شد ایران شهر، یعنی آبادی یا سرزمین آزادگان. ما شهرشو انداختیم، ایران هم ایر کردیم. یعنی من ایران از بلوچا شنیدم که ایرانو میگفتن ایران. بلوچای ایرانی میگفتن ما بلوچه، ما ایرانیه. یعنی ما بلوچیم، ما ایرانی هستیم. ایرانی میگفتن. این دیگه شاید بلوچای تازه اینو فراموش کردن. ولی هنگامی که من جوان بودم و دوستان بلوچ داشتم، اونها همش همین ایران میگفتن. درست. ما واقعا
دو تا دانشگاه اینجا یه دانشگاه است به نام MIT که یه دانشگاه بهترین دانشگاه تکنیکی امریکاست. اینها یه آمار گرفتن از همه اقلیت‌های امریکا و چیزی که واقعا شگفت انگیزه که ایرانیایی که در نسل اول که اومدن اینجا، چون ایرانی ها الان 30-40 سال اومدن در امریکا، آموزشی که ایرانی ها دارن حدود 72% لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن، یعنی تحصیل کرده ترین اقلیت امریکا ایرانی ها هستن و پولدارترین اقلیت های امریکا ایرانی ها هستن. اینو در یک نسل، نسل اول ایرانی ها در امریکا این کار رو کردن و همچنین از نظر اطاعت قانون، یعنی شما زندان ها رو ببینید نسبت به جمعیت ما کمترین خلافکاران رو داریم. این نشون میده که فرهنگ ایران و چریختی فرزندانشون رو به بار میاره و اگر بهشون آزادی بدیم و بهشون موقعیت بدین، واقعا میتونن کارهای شگفت انگیزی انجام بدن. برای همین درود بر ما ایرانیان و درود بر فرهنگ ایران که یه همچین فرزندانی به بار میاره. یه پرسش دیگری که دارم از استاد جعفری، اشو زرتوش چریختی درگذشت؟ چون بعضیا میگن یه جور درگذشت، بعضیا میگن یه جور درگذشت. من نمیدونم که چرا، چطور و چگونه درباره کشته شدن زرتوش چیزایی چی در شاهنامه نیست. نه، باید از اوستا یاد بگیریم. اگر یک کسی کشته می شد، شما ببینید کشته شدگان که یکیش حضرت عیسی مسیحه، اونو در میان مسلمانان شیعه حضرت حسین شهید شده. شما ببینید به کجا رسوندن. همه گفتگو درباره کشته شدنشونه، چگونه بر دار رفت، نمیدونم چی، همه داستان ها همینه. اگر زرتشتم کشته میشد، درباره زرتشتم این در خود اوستا نخستین سرود زادروز، نخستین، نه تنها نخستین سرود، بلکه نخستین جشن زادروز در تاریخ درباره زرتشته. اگر کسانی که اینطور میتونستن یک سرودی درباره زادروزش بگویند، بسرایند و بخوانند، باید گفت اونا درباره کشته شدنش. ما نه در اون نه در پهلوی، پس از اون یک چیزایی هست که ازش برداشت هایی کردن. اون هم در بلخ کشته شده، پدر گشتاس رفته بود اونجا، همش در نیایشگاه. ما اون زمان نیایشگاه نداشتیم، یعنی آتشکده نبود. تو آتشکده میره، خودش میشینه تا وقتی که زرتشت اونجا میارن، اونا میکشن. و زرتشت هم از اون معجزه بازی ها میکنه که کسی که زرتشت میکشه، که من نامش و این چیزا رو نوشتم، یعنی باید 180 سال این
کس داشته باشه وقتی که زرتشت کشت. 180 ساله آیا میتونه یک کسی رو اینطور بیا بکشه؟ اونم از خودش نزدیک به 70 و خورده سال کوچکتر باشه؟ زرتشت میکشه، زرتشت هم تسبیح. اون زمان تسبیح هیچ کس نداشت جز اندیا. اونم بعدن پس از زرتشت هندیا تسبیح ساختن و این تسبیحی که ما داریم این ساخت هندی است. این رو این تسبیح رو میندازه، اون هم میسوزه اون طرف هم. اگر اینطور داستانی بود اوستا اینو میتونست 10 برابر بکنه. پس زرتشت با آرامش درگذشت. طبیعی با کسی جنگ نداشت، با هیچ کس. یعنی شما فکر بکنید، شما ببینید گشتاسب که در اون زمان باید گفت آغاز شاهنشاهی بود، پسرش اسفندیار بجای این که جانشین پدرش بشه میره دین بهی زرتشتی رو میخواد پخش بکنه، میگه کار من دیگه اینه، من کاری به شاهنشاهی و پادشاهی ندارم. درود بر اسفندیار. شما ببینید این خودش نشون میده که زرتشت با هیچ کسی، یعنی یکی از چیزهاست اینه که نباید جنگ نیست در این، جز این که کسی بخواه بکشه در پدافند، در دفاع خود ما میتونیم یک تن باشیم بجنگیم یا کشورمون بجنگه. و اونم نه جنگ برای اینکه شکستش بدیم، بلکه باید اونو درستش بکنیم و آبادش بکنیم. کاری که کوروش کرد، بابلی ها آمدن تاخ میخواستن بتازن به ایران زمین ما، چی شد؟ نه تنها شکستون داد، پس از شکست یک سرباز بابلی رو نکش، بلکه همه رو بخشید، همه رو آباد کرد و کسانی که اونها برده کرده بودن اونها رو نه تنها آزاد کرد، آباد کرد، که تنها و تنها تورات از نایهودی نامی نمی برد، یعنی ستایشی نمی کند، جز هم ستایش هم سپاس از همین هخامنشیان، کوروش و شاهان دیگه، داریوش، خشایارشا و اردشیر. از 4 شاه نایهودی همش ستایش شده در تورات. این خودش نشان میده که زرتشت چی میخواسته؟ آرامش. که من اینجا هی خوندم خرد افزاینده آرامش میبخشه. خرد افزاینده جنگ رو بیشتر نمیکنه که ما کسانی رو بکشیم و اونگاه فرمان روا بشیم. نه، باید جنگ رو از میان برد. و خود زرتشت گفته خشم تنها چیزی است که بنیاد همه کشمکش‌های ماست. اگه بتونیم احساس خشممون رو کنترل بکنیم. بله باید با زبانمون گفتار بکنیم نه با بازومون. همین میشه جهان بهتری بشه. یک پرسشی دیگری که دارم درباره این سمبول فراوهره. آیا این سمبول ایرانیه
و سمبل واقعی زرتشتیان آیا فراوهره یا یک چیز دیگر، یا هر دو هم میتونه باشه؟ البته نه، این تاریخ نامش این باید یه گفتار ویژه‌ای داشته باشه. تنها چیزی که میخوام بگم که این چیزی که ما فراوهر میگیم یا یک چیز آسمانی که باید گفت یاری دهنده ما هر کدامش هست که آن را فراوشی میگن یا فراورتی میگن، که شده فراورد و بعد هم شده فراوهر و حتی دیگه نمیگیم فروهر، هم میگفتیم هنوز هم کسانی نام فروهر دارن. این آیا این واژه در گاتا هست یا در اوستا؟ در اوستا هست، گاتا نیست. همین گفتم که این باید یه زمان نشستی داشته باشیم. تنها اینو بگم اون چی که ما فراوهر میدانیم و میبینیم بالای در تخت جمشید، بالای سر هر کدوم از شاهان هست، این رو فراوهر یک پارسی، برای اینکه همه میگفتن این نشانی خداست، آهورامزداست که بالا سر چی هست، این اروپایی ها که باستانشناس بودن، یک پارسی اومد و خودش پزشک بود، آمد و اینو دید، رفت به هند، اونجا یک نوشتاری به چاپ رسوند که این این آهورامزدا نیست و فراوهره. اون گرفته با این همه شادروان شاپور شهبازی که سالهای سال در خود تخت جمشید سرپرستی اونجا میکرد کارها رو اونجا، این نشون داد که این فر ایزدیست که آغازشم نشون داد که مصری ها اینو داشتن. گفتم این خودش یک چیزی هست، از مصری ها، آشوری ها گرفتن، بابلی ها گرفتن، از بابلی ها، هخامنشی ها گرفتن. فری هست که فر خداییست روی سر هر کدوم از شاهنشاهای هخامنشی است و کاری که شهبازی کرد اون اینه که نشون بده که اون فری که رو سر داریوش یکومه، اون همون پیکر داریوشه، یعنی چهرش همونه، اون که خشایارشاه بالایش خشایارشاهه، چهره خشایارشاهه، اون که اردشیره، اون که داریوش دومه یا داریوش سومه، هر کدومشون این فر چهره اون شاهه، روی فره. آره فرهای ما. بله بسیار. بعد این منیو که امروز این سرود سپنتا منیو، این واژه اوستاییه و سانسکریت هم داره که گمان کنم امروز به زبان انگلیسی شده مایند، درست؟ خود کلمه مایند یا منتالیتی اینها یک واژه هندو اروپایی بود که من که همون اندیشیدن یا اندیشه رو یا خرد رو به کار بستن، اون از من هم مایند هم منتالیتی هم منش ما هم این مینو که امروزا مینو رو میگن بهشتیه،
نه مینوی دنیای فکریه، درست؟ همین، بله، دنیای فکری. بعد من، این تیکه من یه پرسنم میشه، درست؟ یه پرسنی که فکر میکنه. فکر میکنه، آره. منو همین گفتن که یه کسی که میتونه بیاندیشه. به منیدن ما داشتیم در فارسی، همین فارسی 200 سال پیش که امروزا نمیگم، امروزا میگیم فکر میکنم، گمان میکنم، فکر میکنم. یه زمانی میگفتن ما میمنیم، منیدن داشتیم، منیدن. همون تو مایند، تو مایند. امیدواریم در یکی تا دو هفته دیگه ما بتونیم استاد جعفری رو بیاریم برنامه‌مون دوباره و سرود بعدی که دوباره سرود سپنتامنیو هست، دو تا سرود هست که بتونیم تموم کنیم و 14 هم سپنتامنیو و 15 بعد 16 عوض میشه، میشه سرود وهو خشت را گاثا و آخرینش هم هست و هیشتا ایشتا گاتا که ایشتا یعنی آرزوی بهترین آرزو، بهترین آرزو که همین وحیشتا واجهیه که ما امروز واجه بهشت ازش میاد که وحیشتا واقعا میشه بهترین راستی، بهترین عشا. بست انگلیسی همونه، درست که بست که به انگلیسی میشه بهترین، که همین ریشش از واجه وحیشتا میاد که یه واجه اوستاییه. یادمون نره که خیلی از واجه های انگلیسی شباهت داره به واجه های آریایی، چون این زبان ها خواهر برادرن و با هم خیلی نزدیکن. مثلا ما به زبان آریایی میگیم بهتر، به زبان انگلیسی میگن better. شباهت رو ما میبینیم. همین ما واجه بهشت رو داریم، در به انگلیسی میگن best، بهشت یعنی بهترین. ما واجه مینو داریم یا منیو داریم، در انگلیسی mind دارن. این شباهت دوتا زبان ها هست. و من دو سه بارم اینجا گفتم که در انگلیس الان در مدرسه های انگلیس به بچه های کلاس اول، دوم تا پنجم دارن زبان سانسکریت یاد میدن. که واقعا یه کار خوبی انگلیس ها میکنن، چون این زبان ها، انگلیس ها میگن انقدر این زبان ها شباهت دارن که اگر یه بچه انگلیسی سانسکریت یاد بگیره میتونه انگلیسی رو بهتر یاد بگیره و بهتر درک بکنه. امیدواریم یه روز ما در ایران، سرزمین زیبای خودمون، این زبان اوستا رو به فرزندان خودمون یاد بدیم که خیلی از ریشه های فارسی امروز یا پارسی امروز در اوستا هست. و این زبان مرده‌ای بود تا تو 300 پیش. مرده اینه که فارسی نه نوه بلکه نبیرشه. درست، درست. همطور زبان به زبان شده. و یک چیزی اینجا به یادم اومد، در زمان هخامنشیان اون فارسی باستانی که ما میگیم، هندی ها وقتی که می اومدن، کسانی که از هند می اومدن، اونا به لهجه خودشون گفتگو میکردن. ما به فارسی و باستان میفهمیدیم، زبان همدیگر رو میفهمیدیم. بله، همه درست درست میفهمیدیم که اون چی میگه، من چی میگم. مانند اینه که باید گفت یک ایرانی با
با یک تاجیکی که گفتگو میکنه، هر دوتاشون فارسی گفتگو میکنن ولی گویششون تا یه اندازه از هم جدا، خوب میفهمن که اون چی میگه. در خود هند همینه که ما چیزی که هندی ها سین میگفتن ما هش میگردیم، هفت و اونا میگفتن سبتا، در اوستا هفتا، اونها رود رو میگفتن سندو، ما میگفتیم هندو. مثلا واجه هند یا به پایان داریم میرسیم. بله به پایان رسیدیم برنامه. دوباره سپاس فراوان. هفته زیبایی داشته باشین. در هفته آینده امیدوارم دوباره برنامه ما رو تماشا بکنین. دوباره خدا نگهدار همه شما باشه. خدا نگهدار.